بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور و هو مدبر الامور. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و خوبان فارسی زبان در هر کجایی که هستید. عزیزان، برنامه خودتان، برنامه زندگی روشنا را نگاه میکنید. انشالله همواره صحتمند، سلامت، جانجور و تیار باشین، در پناه خداوند مهربان زندگی کنید و زیر سایه بزرگان فامیل و در کنار خانواده محترمتون انشالله زندگی خوب و خوش داشته باشین. خداوند مهربان و شاکر هستم که یک بار دیگر قسمت ما کرد تا در خدمت شما بزرگواران باشیم و همچون دیگر روزهای شنبه در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر خاوری گرامی هستیم. سلام علیکم خانم دکتر، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور خدمت همه بینندگان محترم برنامه روشنا و امیدوارم که در هر جای هستند صحتمند و سلامت باشن. انشاءالله. تشکر از شما. بینندگان عزیز، همطور که شما عزیزان میدانید در روزهای شنبه در هفته های اخیر با خانم خاوری بزرگوار در مورد مسئله بخشش صحبت میکردیم و خانم خاوری برای از ما و شما توضیح دادن مبانی بخشش را و یکی از نکات مهمی که بیان کردن این مسئله بود که باید در نظر بگیریم که رحمت و بخشش خداوند بسیار وسیع است و تمام عالم و تمام اشیای عالم را در بر گرفته و میتونیم بگیم که همین وجود از ما خودش نتیجه رحمت خداوند مهربان است و ما به عنوان بندگان خداوند باید تلاش بکنیم تا بتانیم که یک مقداری از این رحمت، از این بخشش خداوند را در خودمان بروز بدیم، سعی کنیم که خودمان را به تکامل برسانیم و صفات و اخلاق حسنه را که رحمت و بخشش یک از این اخلاق حسنه میباشه را در خودمان پرورش بدیم و تقویت کنیم. ادامه بحث را در خدمت خانم خاوری بزرگوار هستم و خانم خاوری، ادامه بحث را در خدمت شما هستم. کاملا درست فرمودید. ما برای که نقشه راه را ترسیم کنم که از کجا شروع کردیم، الان کجاییم و میخواییم به کجا برسیم، یک مقدمه رو ذکر میکنم. ما در رابطه با بحث بخشش صحبت کردیم و مهمترین قسمت در بحث بخشش ایست که ما میخواییم یک انسان بخشنده شویم. برای این که تبدیل به یک انسان بخشنده شویم، این مراحل داره، گام به گام باید پیش بریم. گام اول یا مرحله اول همین بود که جلسات قبل در موردش صحبت کردیم. گفتیم اول باید بیاییم نگاه خود نسبت به بحث بخشش، نسبت به خدا، نسبت به موجودات، نسبت به جهان مشخص کنیم و روشن کنیم تا ای که این نگاه ما چون تأثیرگذار است بر نوع کار ما، بر چیزی که انجام یا رفتار ما که و چیزایی که انجام میدیم، بنابراین این نوع نگاه بسیار مهمه. مباحث مطرح شد به عنوان اون همی که شما عرض کردید که ما نعمتهای فراوان داریم در دنیا، وفور نعمت است. بنابراین باید خیال ما راحت باشه، هی نترسیم، چون انسان وقتی که بترسه از این که کم است و داره دست میده، خب او صفت بخشندگی درش مطمئنن کمتر خواهد بود. اما وقتی خیال ما راحت باشه که نعمتها زیادند، بنابراین من حداقل از این قسمت ترس ندارم که اگر بدم کم میشه و به من نمیمانه. درسته؟ و با خودم میگم که اگر که من در این لحظه این مال را بخشیدم به یک نفر دیگه، در درگاه خداوند مهربان گم نمیشه، خداوند از این بیشتر اگر که صلاح بدونه در اختیار از من قرار میده. کاملا صحیح. یعنی که پس نگاه قرآنی و دینی ما نشان میده که ما از بخشش نباید بترسیم. کم نمیشه، نه تنها کم نمیشه بلکه بیشترش به خودمان برمیگرده. بعد از این که این نوع نگاه ما مشخص شد، باز ما میریم سراغ قوانین رزق. میدانیم که بخشش با رزق و روزی با همدیگه مرتبطن، ارتباط داره. باز ما اگر بخوایم یک انسان بخشنده شویم، باید قوانین رو بدانیم. دانستن این قوانین باز گام دومی است که باز به ما کمک میکنه که ما تبدیل به یک انسان بخشنده شویم. بعضی از این قوانین انشاءالله امروز تا جایی که فرصت باشه میگیم با هم.
قبل از اینکه قوانین رزق بیان بکنیم، معنی سه تا کلمه خیر، معنی کلمه برکت و رزق اول باید بفهمیم. بله. چون تا بحث بخشش به میان میآید، بحث خیر به میان کشیده میشه، بحث برکت، بحث رزق، اینها همه به میان میآید. خیر یعنی چی؟ خیر یعنی هر چی نیکی، خوبی، چیزی که پسندیده است، ما به این میگیم خیر. درسته. بنابراین ما اگر مواجه شدیم با این که کلمه رزق در کنار خیر، میفهمیم که معنی خوبی و نیکی است. یا کلمه برکت، یک کلمه است که زیاد به کار میره. برکت هم به معنای خوبی و نیکی و خیر است، به اضافه از این که در کنار او خوبی رشد و نمو هم به کار میره. به عنوان نمونه، ما اگر بگیم که نسل با برکت، نسلی که درش برکت هست، رزقی که درش برکت هست، معمولا اینا رو به کار میبریم. این یعنی چی؟ یعنی این که او رزق خوبی است، پسندیده و نیک است و در کنارش رشد و نمو هم داره، توسعه داره. وقتی که میگیم که یک مال با برکت است، به این معناست که از او تصوری که ما میکردیم، از او خیری که ما فکر میکردیم از این مال به دست از ما میرسه، بیشتر به دست از ما میرسه. یعنی یک بیشتری همیشه همراه با معنی کلمه برکت هست. و علاوه بر این که در کنارش یک بیشتری هست، دوام هم هست، این ماندگاری. بنابراین رزق با برکت رزقی است که پس دوام داره، خیر است و علاوه بر این توسعه داره، زیاد هم هست، اما بیشتری که شما فرمودید. و اگر هم گفته میشه که یک نسل با برکت، یعنی چی؟ یعنی نسلی که زیاد است و بیشتری، و نسلی که نامشان جاودانند. چون خب خود انسان که در این دنیا جاودانه زندگی نمیکنه، ولی میشه انسان کاری رو انجام بده که نامش جاودانه باشه. بنابراین میگیم نسل با برکت. و در کنار این، البته بدانیم که او زیادی و بیشتری که گفتیم، باز ذهنمون همیشه ذهن ما میره به سمت مادی، یعنی بس. زیاد شدن مادی. پس زیاد شدن معنوی هم شرط است. در هر دو در کنار هم. و کلمه بعدی ما رزق است. رزق حال به چه معناست؟ رزق در ابتدا هر چیزی رو که بخشش و عطایی رو که یک سلطان، یک پادشاه میداد، میگفتن رزق. ولی بعدن این کلمه شمولیت بیشتری پیدا کرد، گسترده تر شد و هر چی که برای انسان سودمند باشه رو برش میگن رزق. پس در رزق نکته‌ای که وجود داره، نکته سودمند بودن برای انسانه. باز این سودمندی میتونه هم سودمندی مادی باشه و هم سودمندی معنوی باشه. بنابراین ما اگر به همه پدیده‌های جهان نگاه بکنیم، همه اونها رزقی هستن از جانب خدا برای ما، چون همه اونها سودمندند. هر چی آفریده شده درش سود و مصلحت و فایده برای انسان‌ها وجود داره. خب بعد از اینکه این کلمات را معنیش برای ما مشخص و واضح شد، قانون اول را باید یادمان باشه که رازق فقط خداست. ما فکر نکنیم که رزق ما خودمان به دست میاریم. نه، رازق خداست. و اگر در اهمیت این که این انحصار، یعنی این که رازق فقط خداست، اینه که خب یکی از ابعاد توحید همین توحید در رازقیته. ما میدانیم که توحید طیف‌های مختلف و گسترده‌ای داره، درسته؟ و اما در میان اون مباحث، در بحث‌های توحیدی، باز یک توحید که انسان باید برش باور داشته باشه، توحید در رازقیت است. یعنی چی؟ یعنی فقط خداوند متعال است که رازق هست. یعنی که من احساس نکنم که مثلا روزیم در دست فلان شخص است یا فلان دوست. شخص است، یا اگر دولت نباشه که از من معاش نده، پس دیگه روزی از من قطع شده و بریده شده. دست خداوند است و اینا همه وسایلی هستن که خداوند دوست. اراده کرده تا از طریق این وسایل این روزی رو دست از من برسانه. اگر این واسطه و وسیله نباشه، خب واسطه و وسیله بعدی را قرار میده. کاملا درسته.
و کافی ما قرآن کریم باز کنیم، آیات زیادی است که این مضمون برای ما میرسانه که روزی دهنده فقط خداست. مثلا در قرآن فرموده خداوند متعال که رازق خالق است. این چی؟ چون ما میفهمیم که خالق جهان خداست، خالق جهان هم یکی هست که او فقط الله هست. خب حالا رازق هم فقط اوست، همون خالقی که یکیست و یکتاست، رازق هم هست. و آیات فراوانی داریم که روزی دهندگی رو فقط منحصر در خداوند گفته شده و آورده شده. وقتی خان دکتر این حس را داشته باشیم که خداوند مهربان، رازق است و رزق ما در دست خداوند است، باز یک مقدار خیال آدم هم جمع میشه در زندگی. چون اگر روزی دهنده از ما و رازق از ما افراد دیگه باشن، خب امروز هسته و فردا نیسته، یا امروز اراده کرده که از ما این روزی رو برسونه فردا ممکنه که نرسونه. اما اگر خداوند باشه با تمام صفاتی که ما میشناسیم و رحمت واسع و مهربانیش، ما قطعا دیگه خیال ما جام است که خداوند درسته. روزی از ما رو از ما میرسونه. کاملا درسته. بنابراین پس اگر این قانون را همیشه در ذهن خود داشته باشیم و انتقال هم بدیم به فرزندان خودمان، به اولادای خودمان انتقال هم بدیم، که خب نترسیم، بفهمیم که روزی دهنده ما شخصی است که یکتاست، همیشه جاودان است و بخشنده و خیرخواه ما هم هست. مثل سایر انسان ها نیست که بخل بورزه، امروز بخوای بده فردا نده، اصلا بخوای بده ولی نتوانه بده. ولی در خداوند متعال صفت قدرتش، صفت خیرخواهیش، این که علم داره، میفهمه من امروز دارم یا ندارم، یا فردا خواهم داشت یا نخواهم داشت. وقتی تکیه گاه ما به عنوان رزق دهنده و روزی دهنده چنین موجودی باشه، مطمئنا من خیلی با خیال راحت اطمینان خاطر آرامش قلبی دارم نسبت به کاملا درست آینده خودم. بنابراین پس این قانون اول که رازق فقط خداست. ما اگر انسان هایی رو میبینیم که حالا به عنوان حال واسطه های رزق هستند، اگر نبودند نرسیم. دو، امکانات جهان رزق خداوند متعال است. ما بیم امکانات جهان را نگاه کنیم، از آسمان و زمین و اصلا بدن خود انسان، گیاهانی که خلق شده، حیواناتی که خلق شده، و حتی مصنوعاتی رو که خود انسان‌ها درست می‌کنند و می‌سازند و ما میگیم اینها مصنوعات بشری هستند، همین‌ها رو هم میشه چی؟ همین‌ها هم رزق خداوند هستند. چون اگر یادتان باشه گفتیم که در رزق آنچه که مهمه گفتیم مفید و سودمند باشد به حال انسان. برای همه اینها درجه از سودمندی، درجه از مصلحت و مفید بودن را برای انسان دارد. بنابراین همه اونها رزقی هستند از جانب خداوند برای ما انسان ها. باز ما یه خورده صحبت هم که کردیم فکر میکنیم که این امکانات فقط امکانات مادی است. باز اگر ذهن خود دقیق تر بکنیم، امکانات معنوی بسیاری هم هست که رزق خداوند به ما هست. مثلا همین که من میتونم از محبت دیگران استفاده کنم، خودم به دیگران محبت کنم، همین یک رزقی است معنوی. پس خیلی ذهن ما به سمت مادیات میره در بحث رزق، ولی خب ما منحصر ندانیم. رزق رو گسترده تر خوب داریم، اولادای خوب داشته باشیم، پدر مادر سایش پسر کاملا باشه، اینا همه روزی خداوند است که نصیب از ما کرده. کاملا درست. این ارتباطاتی که پس ما داریم اینها هم رزق و روزی خداوند هست که کاملا شامل حال ما میشه. و ما این الان هم میفهمیم، الان که در این بیماری کرونا قرار داریم میفهمیدیم. قبلا میرفتیم با افراد مختلف در ارتباط بودیم، سر وظیفه میرفتیم، با مهمانی میرفتیم و بسیار بر ما عادی و طبیعی بود. ولی امروز فهمیدیم که دیگه آنها را نداریم، نمیتوانیم هر جایی با خیال راحت بریم. بنابراین او نوع ارتباطاتی که سابق داشتیم را الان میفهمیم نعمتهایی بودند برای ما. بنابراین پس امکانات جهان، همه امکانات جهان رزق خداوند متعال هستش. و در سوره نحل آیه 72 هم مفسرین در تفسیر
این آیه مصداق رزق ها رو نام میبرن، میگن که خوردنی ها رزق خداوندن، نوشیدنی ها، حتی ازدواج، فرزند داشتن، نوه داشتن، حتی اینها رو که بعضی از اینا کاملا در آیه قرآن ذکر شده، حبوبات، میوه ها، نان، عسل، پوشیدنی ها، مسکن، حیوانات، و در انتها میفرمایند که همه امور لذت آفرین، اینها روزی های خداوند هستند برای انسان. که در آیه باز بعضی از این نعمت ها را نام میبرن که باز مفسرین کاملا این رزق ها را توضیح میدن و نام میبرن. بنابراین پس مصداق کلیش هر چی که برای انسان لذت داشته باشه. البته باز در بحث لذت هم حواس ما باشه، لذت های زودگذر منظور ما نیست، آنچه را که فکر کنیم که برای ما لذت است و ولی در واقع لذت نباشد باز منظور ما نیست. باز فقط لذت های جسمی منظور نیست، لذت جسمی در کنار لذت روحی و معنوی هم مراد است. بنابراین خب چون وقتی امکانات دنیا همه رزق و روزی خداوند بر ما هستند، بنابراین ما هر چی رو که میبینیم، هر چی که وجود داره امکانات خداوندی است به عنوان روزی به دست ما. هر چی رو که نگاه میکنیم باید بفهمیم که این وسیله است برای رسیدن به او هدف. این وسیله به عنوان یک رزق در اختیار ما قرار داده شده به خاطر اینکه ما با هدف اصلی خلقت برسیم. بنابراین اگر به همه چیز این نگاه را داشته باشیم، به همه امکاناتی که در دست ماست این نگاه را داشته باشیم، مطمئنن ما انسان دیگری خواهیم بود و نوع دیگر به همه چیز نگاه میکنیم. اگر همین فرزند ما یا اولاد ما به عنوان یک رزق که در دست ماست، خب من باید سعی کنم که او رو چطور تربیت کنم، این حتما برای ما مهم خواهد بود. اگر میخوایم درس بخونم، درس خواندن یک امکاناتی است که در دست ماست به عنوان یک رزق، بنابراین من میفهمم که باید چطور درس بخونم، به دنبالش حداقل باید باشم که چطور باید درس بخونم، یا در همه کارها، یا اگر پول یا پیسه در اختیار ما هست، خب ما باز هم به این به عنوان یک رزق و امکاناتی که از جانب خداوند برای ما داده شده، اگر باز نگاهم این چنینی باشم، مطمئنن خیلی سعی نمی کنم که این ذخیره کنم برای خودم، چون یک هدف خلقت مشخصه دیگه که انسان برسه به او قرب و او سعادت. بنابراین من باز از این استفاده میکنم برای اینکه برسم به او سعادتی که مد نظر است. وقتی که خانم دکتر از این ارزاق الهی، از رزق الهی استفاده بکنم برای که رضایت خداوند را کسب بکنم، قطعا خودم را در مجرا و مسیر رزقهای بیشتر و روزی بیشتر کاملا درسته است. و شاید گفته میشه که روزی ها وقتی ما به دیگران میریم مضاعف میشه. بله. شاید همین مضمون را داشته باشه که باز ما با این دادن و این بخشش باز ما خودم در مجرای افوزونی بیشتر، در مجرای رزق و نعمت بیشتر خدا قرار میدم. درست درست است. بسیار تشکر. خب دکتر اگر اجازه بتن یک میان برنامه را ببینم و باز برگردیم در خدمت شما باشم. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، از شما هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. شماره تماسی مثبت 964-780-255-43 را عزیزان از یاد نبرید. همین الان هم میتونید که اگر کدام انتقاد، پیشنهاد در مورد برنامه خودتان، برنامه روشنا دارید، از طریق واتساپ با همکار نظمه در جریان بگذارید. بسیار خوش میشیم که نظرات بسیار زیبای شما را ببینیم و بشنویم. عزیزان یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و باز هم در خدمت شما است. کاروانی کوچک در صحرای سوخته و پیش می رود، صحرایی که از آسمانش مرگ می بارد و از زمینش بلا می روید. این کاروان کوچک تنها در آغوش مرگ خیمه خواهد زد و اهل آن تنها در لباس سرخ حاجی خواهند شد. از سرزمینی می گویم که سنگین ترین داغ ها را به دوش می کشد،
از خاکی میگویم که عظیم ترین ذبیح الله را در خود جای داده است. از کربلا میگویم، از کربلا میگویم، از سرزمینی که خاک نیست تا غبار زمان بر آن بنشیند، قصه نیست تا از یادها برود. قطعی از بهشت است که بر خاک نازل شده است. کربلا یک سرزمین سوخته در میان درود نیست، کربلا معبر عشق است. کربلا سرزمینی است که در خاکش 72 ستاره خونین خاکستر شده اند. کربلا سرزمینی است که خاکش رشک بهشت است و عاشورا شگفت ترین فصل تاریخ است. روشن ترین راهی که از سال 61 هجری تا کجای زمان کشیده شده است. کربلا عمیق ترین زخمی است که بر جان ها نشسته است. رساترین فریادی است که در سرسرای تاریخ تنین افکنده است و اینک حسین به کربلا می آید. می آید تا یزید همه کاره دنیا نباشد. می آید تا آیین سبز محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به دست فرزندان ابو سفیان در خاک نشود. می آید تا ذوالفقار علی علیه السلام در نیام نپوسد. می آید تا پرشکوه در این حج تاریخ را به نمایش بگذارد. می آید در طواف عشق لباس سرخ شهادت بتن کند. می آید تا حج از روزمرگی بدر آید و کعبه دیگر خواب خدایگان پوشالی را نبیند. می آید تا از این پس طواف اهل دل کربلا باشد. از کربلا تا قیامت خطی ممتد کشیدن، جاده‌ای برای سفر عشق، راهی برای رفتن و رسیدن. پای در راه بگذار، می بینی که جاده خود راهبر است. کربلا سرزمین شگفتی است که تنها با دست و پای قطع شده می توان به وصال رسید. اگر مرد راه باشی، تکلیف فقط با کربلا روشن می شود. راهی که تنها با پای عقیده و جهاد پیمودنی است. اینک این تو و این کربلا، در این آزمون حیرانی و در این ابتلای عظیم کجا خواهی استاد؟ در صف حسین یا یزید؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همراهان خوب برنامه روشنا. عزیزان شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 را فراموش نکنید و همین الان هم میتونید اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه خانم دکتر خاوری دارید برای از ما روان کنید به طریق واتساپ. انشالله که سعی میشه حتما به سوالات شما بزرگواران پاسخ داده شما. همچنان در خدمت کارشناس محترم هستیم و از بیاناتشون استفاده میکنیم. خانم دکتر خاوری، بحث در مورد رزق بود و قوانین رزق و این که چه قوانینی وجود داره در مورد رزق و روزی که خداوند نصیب از ما میکنه. ما دو قانون گفتیم. قانون اول این که رازق فقط خداست. قانون دوم هم این که امکانات جهان هر چی که وجود داره رزق خداوند است به ما انسان ها. قانون سوم اینه که خدا به همه رزق میدهد. ممکن یک سوال ایجاد شود که آیا خدا به همه رزق میده؟ این مشروط به این نیست که ما حتما ایمان داشته باشیم. فقط انسان‌های مؤمن ما متوجه هستیم که باز همیشه خداوند متعال در بسم الله الرحمن الرحیم مشخصه که خداوند دو نوع رحمت داره. یک نوع
بخشش و رزق و رحمتش عام است و یک نوع خاص. عام دیگه شامل همه میشه. بنابراین رزق دادن و روزی دادن خداوند مشروط به این نیست که حتما شخص ایمان داشته باشه. هر کسی را که آفریده و هر چیزی را که آفریده مطمئنن از جانب خداوند متعال که خالق خداوند است رزق داره و از رزق خداوند برخوردار هست. بله. چه مؤمن باشه و چی کافر باشه، ولوی که دیگه یکی از معانترین کفار هم باشه، از اون رحمت واسعه خداوند که شامل همه میشه بهرمند میشه. کاملا درسته. در سوره عنکبوت جالبه که جنبندگان را به دو قسمت کردن. دو نوع جنبندگانی داریم بر روی زمین که یک قسمتش اونهایی هستن که با قدرت و توانی که خداوند دادن روزیشان را به دست میارن، اما یک دسته دیگه هستن که ضعیفترند. اینها رو هم باز خداوند میفرمایه که به دست خودش روزی اینها رو هم حتی میده، حتی اینهایی که ضعیفترن. به نظرم خیلی آیه جالبی بود. بنابراین افرادی که ضعیفتر هم هستند اینها هم حتی شامل این رزق روزی میشن. اینطور نیست که فقط افرادی که قوی هستن، بنیه جسمی قوی دارن، اینها با کار تلاش به دست میارن. اونهایی که ضعیف هستن اینها هم خداوند خودش به اینها روزی میده. خب الان ما اگر این اون نگاه را به رزق داشته باشیم و این قانون را بدانیم که خداوند متعال به همه روزی میده، از مؤمن و کافر، از شخصی که قدرت و توانایی داره و شخصی که قدرت و توانایی را نداره و شخص ضعیف، خب اینجا وقتی این نوع نگاه را به بحث رزق داشته باشیم باز ما خیالمون راحت میشه دیگه، به دنبال ذخیره سازی نمیریم اگر مشکلی پیش بیاد، چون میدانیم که چه کسی رازق هست و آیا به مایی که من الان امروز ندارم یا امروز کمتر دارم باز هم خداوند به من روزی و رزق میده. باز هم یک آرامش و یک اطمینانی به وجود میاد که این میتونه خودش زمینه شوه برای که من تبدیل به یک انسان بخشنده شوم. خانم دکتر، یک مسئله که در اینجا ممکنه که ذهن بینندگان عزیز ما را هم درگیر بکنه است که ما میفهمیم که خداوند مهربان چون رحمتش واسع است و چون خداوند رازق است همه موجودات را رزق میده، ولی مسئله است که به یک نفر بیشتر میده به یک نفر کمتر میده. خب یک امر واضح است، من میبینم یک نفر است که بسیار از مواهب دنیا بهرمند است، بسیار مال و اموال زیاد داره، پول و پیسه زیاد داره، و یک نفر همیشه که مثلا رزق و روزیش در حد یک مثلا نان جواریست که بسیار سرد است و از باقی مونده غذای دیگران و دیگر چیزاییست که به دستش میایه. یعنی بسیار متفاوت هست همی رزق و روزی دادن. شاید یک نفر از این مسئله میترسه، میگه من معلوم نیسته که امروز که این رزق خوب رو خداوند در دست از ما قرار داد فردا هم همین در دست از ما باشه، شاید روزی فردا این بسیار کمتر باشه، بذارم امیره ذخیره بسازم که فردا این بهتر شوه. ایره چیکار کنه؟ در بحث تفاوت که کاملا میدانیم که این دنیا کاملا بر اساس همین تفاوت هاست. ما میدونیم انسان های مختلفی داریم با استعداد های مختلف، محیط های مختلف. این تفاوت وجود داره، فقط در بحث رزق نیست، در همین تفاوت های ظاهری بین ما و شما، درسته؟ و یا استعدادی که داریم یا از قبل شما از امکاناتی که برخوردار هستیم و رزق هم که داریم، اینها متفاوت هستن. برای اینها حکمت هایی گفته شده که خب یکیش برای اینکه انسان ها شناسایی بشه، یکی برای امتحان، آزمایش و بحث های مختلف. پس این ما قبول داریم که تفاوت ها بین انسان ها، چه در بحث روزی، چه در بحث تفاوت های ظاهری، در بحث استعداد ها، در بحث محیط هایی که پرورش پیدا می کنند، اینها کاملا وجود داره. خب و یک نمونش هم که خب قرآن میگن که به خاطر تفاوت های ظاهری که وجود داره بین شما، به خاطر که شما شناسانده بشین از هم. اگر بخوای همه انسان ها مثل هم باشه که شناسایی انسان ها خب اصلا ناممکن است، نگیم دشوار است. برای این پس حکمت های و فلسفه های مختلف گفته شده برای بحث تفاوت ها.
اما میریم سراغ قسمت دوم سوال شما، که اگر نگاه ما به این شکل باشه که ممکنه من امروز که دارم ممکنه فردا نداشته باشم، این باز در همون سوره عنکبوت خیلی جالبه. قبل از اینکه این آیه گفته بشه، قبلش آیه است در رابطه با توکل به خداوند. اگر بخوایم این دو تا مضمونش به هم دیگه گره بزنیم، شاید بتونیم این رو درس به عنوان یک درس برای خودمون در نظر بگیریم که ذخیره سازی، احتکار و انبار قضا کردن با توکل نسبت به خداوند ناسازگار است. یعنی چی؟ یعنی من اگر انسانی باشم که خود سپردم به خدا، توکل دارم، البته جایی که نیاز به تلاش و کوشش هم هست من تلاش و کوشش خود انجام میدم و از تو حرکت از خدا کاملا درسته و باز توکل دارم و ایمان دارم به سخنان خداوند متعال که فرموده اگر شما بدهید مضاعفش به شما داده میشه، اینجا دیگه من او تشویش و نگرانی رو نخواهم داشت که بخوام بگم که امروز دارم ولی فردا ندارم. بنابراین این با بحث توکل کاملا گره میخوره و اینجا سوال شما خیلی سوال خوب و بجایی بود. پس به نظر میرسه که اگر من نگرانی داشته باشم از آینده که فردا آیا روزی دارم یا نه، من باید نگرانی باشم که احتمالاً توکل در من کمرنگ شده و باید تکیه خودم رو به خداوند بیشتر بکنم و اعتماد خودم رو نسبت به خداوند بیشتر بسازم. کاملا درسته. معمولا ما اینطوری هستیم که یک انسان هاییم که سنجشگر و محاسبه گریم. بله. این محاسبه گری به میزانی خوبه ها، ولی بدانیم که من هرچه سنجش و محاسبه عقلانی به کار بریم، ولی باز پشت صحنه ای عالم دست کسی دیگری است. ممکنه هر آن این سنجش ها و این محاسبه ها به هم بخوره. ممکن من حس کنم که فردا به دستم نمیاد، اینطوری حساب بکنم با حساب دو تا چارتای ای دنیایی، ولی دیدیم مطمئنا در زندگی ما و شما حتما بوده که حس میکردیم که این دو تا میشه چارتا، یعنی که من حس میکنم که فردا همچین مالی برای من به دست میاد یا نمیاد. بعد دیدیم که فردا شده ولی یک اتفاق دیگه افتاد. با اینکه من تلاش کردم، زحمت کشیدم، هر راهی که بوده رفتم، ولی دیدم که این مال به دستم نیامد. بله، فکر میکنیم که خانم دکتر که با این محاسبه گری فکر میکنیم که دنیا در زیر دستی از ماست. کاملا درست. میدانم که امروزم چی میشه، فردایم چی میشه، پس فردایم چی میشه. ولی در واقعیت امر ایست که انسان از یک لحظه بعد خودش خبر نداره. کما که روزها ما هم در کشور خودمان بسیار تجربه کردیم. ناگهان زندگی ها زیر و رو شد و تمام برنامه هایی که ما برای زندگی از خودمان داشتیم تغییر پیدا کرد. به یک لحظه، به یک شب. کاملا درست است. خب بنابراین خداوند متعال پس به همه رزق میده. ما خیالمان باید از این جهت آسوده باشه و دچار تشویش نشیم. یک قدمی است برای اینکه ما تبدیل به یک انسان بخشنده شویم. در متون دینی ما برای رزق یک سری صفت ها آورده شده که دانستن اینها بسیار خوبه. یکی لفظ طیب هست که بعد از رزق میاد. شاید بیشترین استفاده ای که طیب شده با عنوان صفت برای رزق آمده. البته خب تنها نیست، در کلمات دیگری هم با عنوان صفت به کار برده شده. مثلا در کنار نفس، در کنار نساء، در کنار مؤمنین کلمه طیب به کار برده شده. به معنای پاکیزه. کاملا درست. در کنار کلمه ذریه، در کنار کلمه زندگی، درخت، اینها همه کلمه طیب هست، ولی بیشترین کاربردی که داشته برای کلمه رزق است. و مفسرین هم گفتن رزق طیب رزقی است که لذیذ و گوارا باشد، در کنار همون معنی که شما فرمودید. بنابراین ما اگر بخوایم رزقی طیب داشته باشیم، باز مفسرین ما چند تا ملاک برای رزق طیب گفتن. رزقی که با سعی و تلاش به دست بیاید که منجی به این بشه که من از نظر جسمی و روحی قوی بشم، رزقی است طیب. رزقی است که طهارت داشته باشه، که کلامی که شما فرمودید. بنابراین یعنی چی طهارت داشته باشه؟ یعنی که منبع رزق، روش به دست آوردن رزق، روش
خرج کردن و به کار بردن رزق، محل رزق، اینها همه طاهر باشن. حالا خب ملاک این طهارت چیست؟ کاملا در فقه ما آوردیم دیگه و داریم که کاملا درسته که شما رزقی که به دست میارید، مثلا اگر از طریق تجارت هست با چه شرایطی داشته باشه یا غیر تجارت، همه شرایط اینا کاملا آورده شده. و ای که سازگار با طبیعت انسان باشد، معمولا با این میگم ملائم طبع انسان باشد. میدانیم که چیزهای خبیث را انسان دوست نداره، اینها بنابراین رزق طیب نیستن. و در کنار کلمه طیب که برای رزق گفته میشه، باز کلمه کریم هم آورده میشه که رزق کریم هم داریم. رزق کریم اگه چه رزقی است؟ رزقی است که بی پایان است و بی انتها نداره. رزقی است که همراه با اکرام و احترام باشه. ما میدونیم که میتوانیم به شخص بدهیم چیزی رو ولی با اکرام و احترام نباشه، با یک نوع ذلت باشه یا منت، آزار دادن باشه. یا بعضی از مفسرین هم حتی گفتن که اصلا وقتی میگیم رزق کریم، منظور رازق کریم است. یعنی چون خود خداوند متعال صفت کریم را داره و رازق هم هست، وقتی رزق هم که میده با صفت کاملا کریمانه است. بعد از این میرسیم به کلمه زیبا، حسن. رزق حسن هم داریم که میگن رزق حسن رزقی که وسیع باشه، زیاد باشه و از و حلال هم باشه، این از روی حلال به دست آمده باشه، که یکی از اسامی خداوند متعال به نام محسن است. محسن کسی که کاملا آفریده هاش در کمال و زیبایی است، نیکو می آفرینه. رزق حلال که خب این خیلی ما هم شنیدیم هم به کار میبریم، که باید مباح باشه، اسراف درش نشه و از راه دزدی و غصب به دست نیامده باشه. اینها رو تقریبا آشنایی داریم همگی ما با رزق حلال. پس وقتی خانم دکتر ما از خداوند مهمان در درگاه خدا دعا میکنیم یا خدایا برای از ما رزق برسان، روزی برسان، باید مد نظرمون قرار بدیم که خدایا ما رزق و روزی میخواییم، اما رزقی که طیب باشه، حلال باشه، حسن باشه و با تمام ویژگی‌هایی که شما فرمودید. چون اگر خدای نکرده یک رزق خبیث نصیب از ما شود، یک رزق غیر حلال نصیب از ما شود، درسته که رزق است با همون صفتی که شما فرمودید که سودمند هست، برای او لحظه از ما ممکنه سودمند باشه، ولی قطعا آثار سوئی که در زندگی من میتونه داشته باشه احتمالاً بسیار زیادتر از سودمندیش خواهد بود. خب دکتر اگر در حد 30 یا 40 ثانیه یک جنبندی بفرمایید، تشکر. بنابراین ما یک بحث دیگر هم بگم که ما در متون دینی ما بین رزق و حساب هم یک ارتباط برقرار شده. ای که ما داریم در سوره طلاق آیه 3 باشه که روزی که بدون حساب هست، خداوند روزی بی حساب می دهد. این روزی بی حساب یعنی چه؟ اقوال مختلف گفته شده ولی خب من به طور بسیار خلاصه می کنم. اگر انسان در رابطه با رزق و درآمد داشتن فکر بکنم، می تونه در اینکه چه مقدار باشه این روزی، درسته؟ چه زمانی، توسط چه کسی و از چه طریق به دست بیاره. روزی بی حساب یعنی اینکه در همه اینها انسان نتوانه شمارش کنه و حساب داشته باشه. ممکنه که من فکر کنم که فردا این مبلغ به دست من میاد، این میزان پول یا پیسه به دست من میاد، باز ببینم که بیشتر آمده یا کمتر آمده. و همینطور یکی از من فکر میکردم که از طریق وظیفه‌ای که دارم پول یا پیسه به دست من برسه، ولی از یک طریق دیگری رسیده. بنابراین ما بین روزی داشتن و حساب هم یک ارتباط در آیت موجود داره که خداوند متعال به انسان روزی بی حساب هم میدهد. بله بله، بسیار تشکر از شما خانم دکتر، بسیار استفاده کردیم. همچنان از شما بینندگان عزیز هم بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان برنامه روشانا بودید عزیزان، و لحظات ملکوتی اذان و نماز ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشویم. دعا میکنیم خداوند مهربان، گرچه که شاید ما
لایق و شایسته رحمت تو نباشم، اما قطعا رحمت تو لایق رسیدن به ماست، به این خاطر که رحمت تو همه چیز را در بر میگیره. پس مرا از رحمت خودت محروم نکن ای مهربان ترین مهربانان الهی. آمین. عزیزان، به همراه کارشناس محترم خانم دکتر خاوری از حضور شما مرخص میشیم. در پناه خدای مهربان باشید. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.